السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خداوند رو بسیار شاکر و سپاسگزاریم که یک چنین فرصتی به دست اومد که در سلسله برنامه‌های بسیار ارزشمند و مفید با عنوان بررسی زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور پیدا بکنیم. این برنامه جزء ضرورت ها بود. البته شیخ بزرگوار تو جلسه قبل، جناب شیخ عبدالرحیم خطیبی، اهمیت و جایگاه سیرت رو براتون توضیح دادن که دیگه نیاز نیست بنده وارد اون بحث بشم. و عنوان بحث امشب، همونطوری که در جریانم هستید، وضعیت مکه هست قبل از ولادت پیغمبر علیه السلام، و همچنین این وضعیت تقریبا ادامه داشته بعد از ولادت ایشون تا زمان بعثت، که دیگه حالا این مطالب و مسائل تا هجرت در مرحله اول بررسی خواهد شد. اهمیت این موضوع، یعنی وضعیت مکه، از دو جهته که ما بیایم در اون زمان و دوران وضعیت رو ببینیم. از جهتی که پیغمبر علیه السلام قبل از بعثتشون، از بدو تولد بالاخص دوران نوجوانی و جوانی خودشون در چه شرایط و وضعیتی گذروندن، آشنا میشیم با اینکه الله عز و جل ایشون رو حفظ کرده بود از رذایل، از بدیها، از آلودگیها، پاک زیستن هم نوجوانیشون هم جوانیشون تا به بعثت که به پیغمبری مبعوث شدن علیه السلام، که دوران نبوتشون آغاز میشه. از جهتی هم وقتی با وضعیت مکه آشنا بشیم، که البته خب تنها خود مکه نیست، جزیره العرب همین وضعیت داشت بلکه بدتر از این. پس از جهتی هم وقتی با وضعیت مکه آشنا بشیم، اون موقع میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی مبعوث شدن در چه شرایطی مأموریت یافتن که دین رو تبلیغ بکنن، چه شرایطی داشت جامعه اون روز و مکه اون روز. سعی میشه اوضاع مکه رو خیلی خلاصه و کوتاه و مختصر به عرضتون رسونده بشه، چندان وارد جزئیات نخواهیم شد مگر اونجایی که نیازه، چون هدف اینه که ما یک تصور کلی از اوضاع مکه در اون روزگاران داشته باشیم. وگر کسانی میخوان وارد جزئیات بشن، کتب سیرت هست، ترجمه شده، به این اوضاع به صورت مفصل پرداخته. وضعیت مکه از پنج جهت بررسی خواهد شد به صورت خلاصه و مختصر: از جهت دینی، سیاسی، بعد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی. که تقریبا این پنج نکته وقتی بررسی بشه، ما با اوضاع اون روز مکه میتونیم بگیم که کلن آشنا شدیم. وضعیت دینی که خیلی وقتا قرآن هم به اون پرداخته، بارزترین قضیه دینی در اون دوران که
اهل مکه و جزیره العرب باش مواجه بودن بحث شرک و بت پرستی بود. چیزی که قبائل گوناگون برای خودشون خدایان بزرگی داشتن و خدایان کوچکی که ممکنه فرد برای خودش انتخاب میکرد، یعنی اونقدر به انحراف کشیده شده بودن و اونقدر از نظر عقیدتی و شرک و کفر منحرف شده بودن که دیگه بت به صورتی در اومده بود که در هر خونه‌ای هنگام مسافرت با خودشون حمل می کردن، می بردن این طرف اون طرف خدای خودشون. و حتی در صحیح بخاری داریم که نقل می کنه از ابو رجاء العطاردی، میگه که ما سنگی رو مثلا می پرستیدیم، اگه یه وقتی یه سنگی بهتر پیدا می کردیم اون سنگ اولی رو رها می کردیم، دنبال سنگ دومی می رفتیم و اونو انتخاب می کردیم. تو این حد نابخردی و انحطاط در فکر و عقیده و اندیشه که سنگ اگر بهتر باشه همون خداشه. حتی در ضمن این روایت میگه که اگر یه وقتی یه جایی میرسیدیم که حالا مثلا سنگی نبود، یعنی تو این حد یه مقداری خاک رو جمع میکردیم، بعد شیر گوسفند رو آمیخته می کردیم با اون خاک که بتونیم خمیر بکنیم و بتونیم یه چیزی درست بکنیم، توافش بکنیم. یعنی تو این حد. حتی درسته که اینا اظهار می کردن که اینا واسطه های ما هستن، میان ما و میان خدا، یعنی اینا رو به عنوان خالق نمی دونستن بت‌ها رو، یعنی که الله عز و جل خالقه قبول داشتن ولی به عنوان واسطه این بت‌ها قرار داده بودن. اما از اونجایی که اونقدر بت پرستیشون و تعظیم بت‌ها و ترس از بت‌ها سایه افکنده بود بر قلب‌هاشون، خدا رو اصلا از یاد برده بودن و کلن تعظیمشون، محبتشون، احترامشون، درخواست نفع و ضرر و دفع ضرر و درخواست نفع همه از همین بت‌ها بود و تمام اعمالی که یه انسان بایستی برای خدا انجام بده اینا برای بت‌ها انجام میدادن، از طواف کردن، از نذر، از قربانی، از ترسیدن از اونها، نفع خواستن، پناه بردن، اینا جزو اعتقادات اون دوران در اومده بود. البته ناگفته نمونه اینجا یک ملاحظه هم داشته باشیم، اگر اغلبیت این انحراف فکری و عقیدتی داشتن، کسانی هم بودن در همون دوران جاهلیت که بر فطرت بودن، از بت پرستی و شرک بیزار بودن، بر ملت ابراهیم علیه السلام بودن، بعضیاشون هم نصرانی شده بودن، افرادی هم بودن این گونه، ولی اون مجموعه غالب مشرک بودن و بت پرست. همچنین از مسائل اعتقادیشون ایمان به بعث نداشتن، ایمان به قیامت نداشتن، و گرچه میگفتن این بت‌ها واسطه میان ما و میان خداست، نه اینکه اینها از قیامت بترسن و ایمان به قیامت داشته باشن. ایمانشون به خدا در این حد بود که خب این بت‌ها شفاعت بکنن، مشکلات مادیشون، دنیویشون حل بشه، مال فراوانی گیرشون بیاد، از این گونه مسائل. اما ایمان به قیامت نداشتن، منکر بودن که قیامتی هست. همچنین در اون دوران از نظر عقیدتی غیبگویی، سحر و جادوگری شایع شده بود به وفور و به فال بد گرفتن و مسائل گوناگونی که در باب اعتقاد بحث میشه. این از نظر دینی جو مکه اینگونه بود، یعنی بت پرستی تا این حد و تعصب نسبت به خدایان خودشون و نابخردی تا این حد و انکار قیامت. پیغمبر علیه السلام در یک چنین وضعیتی متولد شدن و بعد مبعوث شدن، با یک چنین قومی سر و کار داشتن که اینگونه از نظر فکر به انحطاط رسیده بودن.
اما از نظر سیاسی خود مکه یا جزیره العرب از نظر سیاسی یه نظام و حکومتی که مرسوم بود در دنیا نداشتن، که مثلا فرمان روایی داشته باشن، پادشاهی داشته باشن، حداقل انتخابی بشه، ولی عهدی داشته باشن، این گونه نظامی در میانشون نبود. نظام سیاسی اون دوران تو مکه و خارج از مکه نظام قبیله ای بود، به صورت قبیله که مجموعه ای بر حسب نسب و خون با هم پیوند می‌خوردن، میشد قبیله. ارتباطشون بر حسب نسب بود و تعصب عجیب و غریب و غیرت بیش از حد نسبت به قبیله داشتن، خیلی با غیرت بودن نسبت به قبیله، اجازه نمیدادن حتی اگر مثلا فردی از افراد قبیلهشون ظالم بود ازش حمایت میکردن و این مبدع داشتن که پیغمبر هم علیه السلام تغییر داد، انصر اخاک ظالما او مظلوما. این در دوران جاهلیت یه مفهوم داشت، در زمانی که پیغمبر علیه السلام مبعوث شد مفهوم دیگه پیدا کرد. اینا میگفتن برادرت، هم قبیلهت، یاری بده، چه ظالم باشه چه مظلوم، چون هم قبیله ایت ازش حمایت بکن ولو ظالمه. پیغمبر اومد علیه السلام تغییر داد، وقتی این مبدع رو مطرح کردن صحابه سوال کردن، خب مظلوم میشه ازش حمایت کرد، بایستی حمایت بکنی، ولی ظالم به چه صورت؟ فرمودن اگر برادرت خواست ظلم بکنه جلو ظلمشو بگیر، نه اینکه ازش حمایت بکن. چقدر مبدع تغییر کرد. تو مکه که خب قریش بود، قبیله قریش از برجسته ترین قبایل عرب به هر لحاظ، لحاظ کثرت جمعیتشون، جایگاه و منزلتی که داشتن، بلخص کعبه تو مکه بود و کعبه اینو بدونیم که در دوران جاهلیت هم قدسیت داشت، به هر نفع عرب ها احترام قائل می شدن برا خود کعبه و کعبه در مکه بود، قریش هم تو مکه زندگی می کرد، جایگاه والایی داشتن قریش. و خود قریش که در مکه بود مجموعه ای از تیره های گوناگون متشکل بود، این خود قریش شاخه هایی داشت مثل بنی هاشم، بنی عبدالشمس یا همون بنی امیه، بنی نوفل، بنی عدی، بنی مخزوم و به همین طور شاخه های گوناگونی داشتن. تو نظام سیاسیشون تو مکه که نظام قبیله ای بود، بله اگر به صورت پادشاهی نبود به صورت رئیس در کل داشتن، و این رئیس اینطوری نبود که بیان مثلا تو یک مجلسی بنشینن انتخابش بکنن، به صورت عرفی یه شخصیت برجسته میشد، حالا به خاطر خصوصیات گوناگونی که داشت، مثل شجاعت، مثل کرم، مثل جوانمردی، که برجسته ترین شاخه قریش بنی هاشم بودن که پیغمبر علیه السلام از بنی هاشمه، شخصیت هایی مثل قصی، مثل عبد مناف، مثل هاشم، مثل عبد المطلب، جایگاه والایی داشتن و این شخصیت ها در همون دوران جاهلیت از آلودگی ها بری بودن و پیغمبر علیه السلام سلسله نسبش یک نسب بسیار پاک و پاکدامنی بود و فرمودن الله عز و جل از فرزندان اسماعیل کنانه رو انتخاب کرد و از کنانه قریش و از قریش بنی هاشم و من رو از بنی هاشم انتخاب کرد، بهترین سلسله نسب بود. به همین جهت بنی هاشم برجستگی داشتن و مناسب گوناگونی که در اون دوران بود، بلخص مثلا میهمان کردن حجاج، آب دادن به حاجیان، سرپرستی کعبه، پرچم جنگی که در اختیارشون بود، دار و ندوه ای که اونجا می نشستن یه وقتی حل و فصل مشکلات می کردن، غالبا در اختیار بنی هاشم بود و همچنین در اختیار بنی عبدالشمس یا بنی امیه. این دوتا شاخه با هم رقیب بودن چون مجموعه افرادشون زیاد بود و شخصیت های والایی داشتن، و همچنین بنی عبدالدار. این از نظر نظام سیاسیشون به صورت قبیله‌ای و تعصب خاص نسبت به قبیله و افتخار کردن به
خود قبائل خودشون. از نظر اقتصادی اگر بخوایم بررسی بکنیم، بارزترین عنصر در اقتصاد مکه تجارت و بازرگانی بود. کلن حتی با خارج، با شام و با یمن دو تا کوچ داشتن، دو تا سفر تجاری داشتن، یکی در زمستان بود به یمن میرفتن و در تابستان به شام. گهگاهی هم ممکن بود با خود ایران هم معامله میکردن، حتی از طریق دریا با هند تجارت داشتن، تجارت و بازرگانی. ولی صنعت، کشاورزی، دامپروری خیلی ضعیف بود، لذا بیشتر رو به بازرگانی آورده بودن و تقریباً نظام طبقاتی فاحشی وجود داشت در اون دوران. یک طبقه پولداران و ثروتمندانی که به عنوان مثال تو بشقاب‌های طلایی و نقره‌ای غذا می‌خوردن، تو این حد پول داشتن، باغ و بستان‌ها تو طایف داشتن، بلخص بنی مخزوم، بنی نوفل، افراد بسیار متمول، و طبقه پایینی که فقیر و درمانده بودن، یعنی هیچ برابری که نبود، حتی سرمایه داران از طریق رباخوری اون قشر و طبقه ضعیف مستمر رو همیشه در قبضه خودشون قرار داده بودن. این نظام اقتصادیشون بود به صورت خلاصه. از نظر اجتماعی اگر بخوایم بررسی بکنیم، نظام اجتماعی اون روز استوار بود بر برخی مسائل. یک، افتخار کردن به نسب و به حسب و طعن وارد کردن بر نسب دیگران. به آبا و اجداد خودشون خیلی میبالیدن، آیین اجداد و پدران گذشته خودشون براشون خیلی مقدس بود و در دوران بعد از بعثت میاد که چگونه با پیغمبر علیه السلام به جنگ میرفتن با همین سنت، با همین حربه، آیین آبا و اجداد، و بالیدن و افتخار کردن در اشعارشون، تحقیر کردن به دیگران به خاطر مثلا لباس، به خاطر رنگ، به خاطر نژاد تحقیر میکردن، توهین میکردن. از نظر اجتماعی بازم بحث شایع بودن شرب خمر که خیلی عادی بود و بهش افتخار میکردن، بحث زنا که البته در باب زنا بایستی گفته بشه، غالبا کنیزان، عمه ها یا کنیزان تن به این ذلت میدادن و غالبا زنان آزاده پاکدامن بودن. و گرچه دوران جاهلیت بود، اما خیلی از مردم مکه با غیرت بودن نسبت به ناموس خودشون. لذا زمانی که هند زن ابو سفیان با پیغمبر علیه السلام بعد از اینکه مسلمان شده بود بیعت کرد، یکی از بندهای بیعت این بود که زنا نکنن. هند زن ابو سفیان با تعجب پرسید مگر زن آزاده زنا می کند؟ به همین جهت اگر دختراشون رو زنده به گور می کردن به خاطر غیرتشون بود. ولی خب یکی از پدیده های بسیار بد دوران جاهلیت بود، از قساوت قلبشون حکایت می کند. دختر رو زنده زنده به گور می کردن، حتی گهگاهی تا این حد بیرحمی که پدر مثلا مسافرت بود، دختر به دنیا می اومد، بزرگ می شد یه مقدار، حرکت می کرد، صحبت می کرد، بازی می کرد، بابا می اومد، این دختر بچه رو شما تصور بکنید، می دید بابا میگه، میاد با بابا بازی میکنه، ولی بهش رحم نمیکرد، زنده زنده تو گور میکرد، که قرآن هم بهش پرداخته. وقتی خدا بهشون دختر میداد اینقدر ناراحت میشدن. چرا؟ چون میگفتن دختر نمیتونه از خودش حمایت بکنه، اگه جنگی در گرفت اسیر میشه، اگه اسیر شد ننگه برامون، که وادارش میکنن به فحشا. بچه هاشون بعضیا از ترس فقر و یا به خاطر فقر میکشتن، قرآن هم اشاره میکنه به خاطر فقر یا ترس از فقر میکشتن.
این یکی از پدیده‌های اجتماعیشون بود. رباخوری که دیگه اشاره به شد، بحث قماربازی، اینا جزو پدیده‌های اجتماعیشون بود. یکی از مسائلی که در دوران جاهلیت و وضعیت مکه و همچنین جزیره العرب برش حاکم بود قضیه زن بود. نه اینکه همگان، ولی خب یک جوی که بلخص در طبقه ضعیف، مستضعف، فقرا بیشتر مشهود بود، زن چندان براشون ارزش نداشت. خیلیاشون، نه همه، زن رو به دیده یک کالا نگاه میکردن، به ارث میبردن. اگر یه مرد میمرد و چند تا زن داشت، پسر بزرگ، اون زنهای باباش به ارث میبرد، میتونست با اونها که زن پدرشون بود ازدواج بکنه یا برای همیشه منع بکنه از ازدواج. از ارث زنان و دخترها رو محروم میکردن، میگفتن اینا که نمیتونن بجنگن، چرا بهشون ارث بدین؟ به کودکان نمیدادن. یه پدیده اجتماعی بود، از ارث محرومشون میکردن. این خلاصه از وضعیت اجتماعی اون دوران بود. اما آخرین نکته که نظام اخلاقی است، نظام اخلاقی که حاکم بود در اون دوران، نگفته نمونه، ولو دوران جاهلیت بود اما حق بایستی گفت. یک سری صفات و ویژگی های خوبی هم داشتن در کنار ویژگی های بدی که ذکر شد، مثل سنگدلیشون، اون قساوت قلبی که در زنده به گور کردن در رباخوری، اینو داشتن. در تعصب و غیرت بیش از حد نسبت به قبیله، اینو داشتن. ولی در کنارش صفات اخلاقی خوبی هم داشتن. معروفه صفت جود و بخشندگی و کرم از افتخارات عرب بود. در میهمان نوازی داستانهای حتی ممکنه یه گهگاهی افسانه‌ای باشه، ولی نقل میکنن، با هم رقابت میکردن، واقعا در جود و میهمان نوازی دیگه از خودشون مایه میگذاشتن. اگر میهمانی بهشون میومد، تا سه شبانه روز حق میهمان میدونستن پذیرایی از او، و حتی سوال نمیکردن برای چه اومدید، عیب میدونستن، فقط ازش پذیرایی میکردن تا سه شبانه روز، میگفتن حقش. حتی گهگاهی نقل شده اگر میهمانی میومد و هیچ حیوانی برای ذبح کردن نداشتن، شتر زیر پاشون که مرکبشون بود برای میهمان قربانی میکردن. این گونه هم کریم بودن، بخشنده بودن. شجاعت، یعنی شجاعت بیش از حد بود که با کوچکترین قضیه جنگی به پا میشد. خیلی شجاع بودن، آزاده بودن، ذلت رو نمیپذیرفتن. همین قوم عرب، چه در مکه و چه در بیرون از مکه، ذلت و خاری رو نمیپذیرفتن، پایبند به عهودشون بودن. حالا کم و زیاد جزو صفت پسندیدشون هست. پس اینه که در کل درست دوران جاهلیت بود، برجسته ترین انحراف، انحراف فکری و عقیدتیشون بود که خب دیگه پایه و اساس کارشون خراب بود، گرچه در بخش اخلاقیات صفات پسندیده هم که ذکر شد داشتن. شما تصور بکنید یک چنین اوضاع و احوال گوناگونی که ذکر شد به صورت خیلی خلاصه، چون نمیخواستم وقت زیادی ازتون بگیرم، پیغمبر علیه السلام در یک چنین جامعه متولد شدن، بزرگ شدن، رشد کردن تا 40 سالگی و بعد هم به پیغمبری مبعوث شدن علیه السلام. اون موقع مطالب گوناگون دیگه که مطرح میشه شما میتونید ارزیابی بکنید بیشتر وضعیت مکه. بازم ارزیابی میشه در دوران گوناگونی که پیغمبر علیه السلام سپری کردن. امیدواریم که الله عز و جل به هممون توفیق بده بتونیم این برنامه ها رو ادامه بدیم. شما هم عزیزان حضور رو پیدا بکنید، دوستاتون تشویق بکنید، ترغیب بکنید. واقعا نیاز آشنا شدن با سیرت و زندگانی پیغمبرمون علیه السلام. موفق و معید باشید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.